از هر 5 فعال جوان 3 نفر به دلیل انتشار محتوای حقوق بشری در سطح جهانی با آزار و اذیت آنلاین روبرو هستند. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. بر اساس تجزیه و تحلیل جدیدی از 400 پاسخ به پرسشنامه عفو بین الملل که بین فعالان جوان در 59 کشور توزیع شده است، از هر 5 مدافع حقوق بشر کودک و جوان 3 نفر در ارتباط با فعالیت خود با آزار و اذیت آنلاین مواجه می شوند. جوانان فعال یاد شده در زمینه حقوق بشر با آزار و اذیت به شکل دریافت پیام‌های نفرت انگیز و نظایر آن مواجه شدند که اغلب به سوء استفاده آفلاین و آزار و شکنجه سیاسی که اغلب توسط بازیگران دولتی انجام می‌گردد و در غالب موارد منجر به ساکت شدن جوانان می‌شود هستند. بیشترین میزان آزار و اذیت آنلاین توسط فعالان جوان در نیجریه و آرژانتین گزارش شده است. جنگ اسرائیل و غزه در حال حاضر از جمله موضوعاتی است که سطح فراوانی از رفتارهای توهین‌آمیز آنلاین را به خود اختصاص داده است، اما به نظر می‌رسد تهدید، آزار و اذیت آنلاین در همه موضوعات اصلی حقوق بشر وجود دارد. صلح و امنیت، حاکمیت قانون، برابری اقتصاد جنسیتی، عدالت اجتماعی و نژادی و حفاظت از محیط زیست همگی به عنوان موضوعات محرک برای آزار و اذیت جوانان فعال در امور حقوق بشر بودند. بسیاری از جوانان فعال حقوق بشری نسبت به عدم پاسخگویی کافی به گزارش‌های آزار و اذیت توسط پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی ابراز ناامیدی کردند و گفتند که نظرات توهین‌آمیز مدت‌ها پس از پرچم‌گذاری روی پلتفرم‌ها گذاشته می‌شود. برخی از پاسخ دهندگان همچنین احساس می‌کنند که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی نقش فعالی در توقف فعالیت آنان ایفا می‌کنند. چند جوان فعال حقوق بشری گزارش دادند که پست‌های مربوط به جنگ غزه را حذف کردند. برخی از فعالان یاد شده بر نقش پلتفرم‌ها در فعال کردن کمپین‌های ارعاب و سانسور تحت رهبری دولت‌ها و تضعیف امید فعالان به مقررات دولتی برای ارائه پاسخ به چالش خشونت با تسهیل فناوری تأکید کردند. عفو بین الملل پیشتر برخورد حذفی با سخنرانی‌های صلح‌آمیز آنلاین توسط کشورهایی از جمله هند، فیلیپین و ویتنام را مستند کرده است و در حال حاضر خواستار اقدامات همبستگی جهانی در حمایت از زنان و فعالان یاد شده است که با خشونت آنلاین توسط دولت‌ها روبرو هستند.